نقاشی هنری است که هزاران سال زیبایی را به انسان هدیه کرده. از نقاشی های انسان های اولیه در غارها که به یادگار گذاشته شده تا آثاری از بزرگان هنر که امروزه از افتخارات موزه های جهان است. نقاشی با طبیعت و انسان پیوندی ناگسستنی دارد. در قرن‌های پیش هنر نقاشی در خدمت پادشاهان و ثروتمندان بود و تصاویر آنها آنچنان ثبت شده که آدمی حیرت می‌کند. اما از اواخر قرن 19 انقلابی در هنر نقاشی پدید آمد. بزرگانی در این هنر ظهور کردند که هر کدامشان گام‌های مهمی برای به وجود آوردن سبک‌های تازه برداشتند. و سبک‌ها آنچنان متنوع بود که هنر جلوه دیگری پیدا کرد. در این برنامه می رویم به دیدار هنرمندی که در قرن 21 گامی به سوی سبکی نوین برداشته. کامران خاورانی، هنرمندی که بسیاری او را صاحب سبک می شناسند. تا اونجا که یادمه شما در موزه گتی یک صحبتی داشتید. عکس العمل چی بود؟ من صحبت نداشتم. وقتی پروفسور بوم اون کتاب راجع به نقاشی من نوشتن، یه پروفسور تد هریسون اسمش یادم نمیاد، کسی بود که در انگلستان که استاد معماری و آرت تراپی و ببخشید آرت هیستوری و تو انگلستان درس میده، ایشون پروفسور کتاب نوشته بود. یه روز پروفسور بوم به من گفت که من یه مهمون دارم، میتونم خواهش کنم که کمکم کنی این مهمون رو ما از ایرپورت بریم بگیریم؟ گفتم با کمال میل. ما وقتی این پروفسور تو ماشین من نشسته بود با هم که داشتن صحبت میکردن، من بعد شنیدم که این پروفسور آمده که در کنفرانس بین‌المللی آرتیستورنی های دنیا در گتی میوزیوم فردا یه کنفرانس داره. منم فقط راید دادم به اینو، یعنی رسوندم بهشون. بعد سوال کردم، گفتم اگه ما که دعوت نداریم اگه بیایم میتونه ما رو راه میدن؟ گفت من نمیدونم راه میدن راه نمیدن. منم با دوستم گفتم که خب حالا ما موزه گتی رو نرفتیم، میریم اونجا، اگه راهمون دادن میریم ببینیم این آقا چی میگه، اگه راهمون ندادن میخوام میریم موزه رو تماشا میکنیم. ما رفتیم و بالاخره پرسون پیدا کردیم که تو چه سالی این کنفرانس است. کسی جلو ما نگه ما رفتیم نشستیم. من اصلا رو هم خبر نداشت که این آدمی که الان داره لکچر میده و آرتیستانه و من رانندش بودم، دیروز از ایرپورت بای بوم آورده بودیم، دیدم اسلاید بزرگ بیگ سکرین که همه آرتیستانه دنیا جمع شدن اونجا، عکس منی که دارم نقاشی میکنم. و بعد توی اونجا عنوان کرد که پروفسور بویم دیسکاور کرده یه سبک جدید نقاشی رو که آقای کامران خواهری انجام داده. من اونجا شاک شدم که خب چرا به من اصلا هیچ، من نمیدونستم این داستان چیه. بعد شروع کردن جمعیت که آرتیستوره بودن ازش سوال کرده یه سوالای بکنن. این چون سوالا بی خود براش مثلا ادوانس نبود که بتونه جواب بده، با اشاره کرد گفت این آقای خانی اونجا نشسته، من وسط جمعیت نشون داد. بعد همه رو من نگاه کردن، من اینقدر راستش خجالت کشیدم ازن چی بگم من. بعد شروع کردن وسط کنفرانس بین‌المللی آرتیستوره دنیا در گتی میوزیوم آرتیستوره از من شروع کردن سوال کردن، گفتن خب تو چطوری میکشی چی میکشی اونجا؟ منم ناچار شدم یه بلنگو بیارن من جواب بدم و اینطوری شد. من خودم رو هم خبر نداشت ولی اناونس شد در گتی میوزیوم که یه سبک جدیدی به تاریخ هنر اومده و پروفسور بوم این سبک رو دیسکاور کرده. این نقاشی پرنده آزادی در کنگره آمریکا موضوعش چیه؟ من وقتی به امریکا می اومدم یه روزی ایموشنال شدم، احساساتی شدم و بعد به خودم گفتم که من بعد از این مردم، از این ملت امریکا تشکر بکنم که منو به خونه خودشون راه دادن. و ظرف 2 دقیقه یا 2 دقیقه و نیم با یه مارکر خشکی که داشتم یه ایمیج رو کشیدم، یه پرنده، گفتم پرنده آزادی. این ایمیج رو کشیدم و وقتی که پروفسور بوم اون کتاب بر من میخواست بمیسه این عکس رو چاپ کرد و داستانش رو نوشت توی اون کتاب. بعد در سال 2010 که کنگره امریکا قرار شد که
نوروز رو به رسمیت بشناسن و هر سال به اصطلاح سلبریت بکنن نوروز رو، هیئتی که این کاری می‌خواستن بکنن می‌خواستن به اون 10 کشوری که شوروی و افغانستان و پاکستان و قرقیزستان و گرجستان و 10 تا کشور بودن که نوروز رو سلبریت می‌کنن، می‌خواستن یه گیفتی به اونا بدن. کتاب من، این کتاب اونجا دیده بودن و بعد با من تماس گرفتن، گفتن اگه میشه خواهش می‌کنم که 10 تا کتاب من برای پرزیدنت اون 10 تا کشور و 10 تا برای سفیر اون کشور رو امضا کردم و فرستادم که هدیه بدن. وقتی کتاب رفت به واشنگتن، اینا توی کتاب دیدن که این نقاشی بردو فریدوم است که من به ملت امریکا میخوام هدیه بکنم. به من زنگ زدن گفتن اینو به ملت امریکا می‌خواستی هدیه بکنی، هدیه کردی. گفتم من به کی بدم؟ برم همسایه در بزنم میگم تو ملت امریکا هستی بگی. گفتن ندادی. گفتم نه. گفتن میخوای بدی؟ گفتم با کمال میل. گفتن ورش دور بیار. من اینو برداشتم بردم. بعد معلوم شد که در کنگره قانون، یعنی قانون پس شد که اینو لایبرری کنگره امریکا بپذیره که در لایبرری کنگره امریکا به طور آفیشالی نصب بشه و این افتخار بزرگی برای یه ایرانی بود که کار منو در لایبرری کنگره امریکا نصب کنه. تا اونجا که میدونم شما یه مدالم طراحی کردید. وقتی که این نقاشی منو دیدن و ثابت شد، ریسرچ کردن، گفتن که شما کار گرافیک رو میتونی بکنی، آرشیتکتی. گفتم بله. گفتن یه مسابقه است که برای 25مین سال الیس آلن مدال آف آنر هست و ما میخوایم به خاطر 25مین سال یه مدال سپیشال دیزاین بکنیم، شما میتونید دیزاین بکنین؟ گفتم با کمال میل. من تو ایرانم خیلی، من دوران دانشگاه گرافیک دیزاین میکردم از این کارا. من این مدال دیزاین کردم و معلوم شد که این دیزاین من مورد پسند واقع شد و انتخاب شد. و اون مدال وقتی درست خواستم بکنن، ریسرچ کردن که این کیه که دیزاین کرده. به گذشته من که نگاه کردن، گفتن خود تو هم الیجیبل هستی مدال بگیری. همون سالی که مدال دیزاین کرده بودم به خود منم دادن و گفتن برای اولین باری که یه مدال ملی امریکا رو یه کسی دیزاین بکنه، همون دیزاین رو خودش هم به خودش بدن. من افتخاری بود برای به عنوان یه ایرانی. تلویزیون پی بی اس امریکا که یک تلویزیون غیر تجارتی است و شعبات بسیاری داره در سراسر امریکا، با شما چند بار مصاحبه کرده؟ چجور راه پیدا کردی به این تلویزیون؟ والا یه کسی به من گفت که این پی بی ای برنامه بیتوین دی لاین کتاب ها رو میخونن و راجبش یه تفسیری میکنن. یکی به من گفت یه دونه از این کتاب بوی من برای اونا بفرست. حالا بوی فوت کرده بود. من فکر کردم خب یه کتاب بفرستم مثل یه کتاب خونه، از اینجوری احساس شدم. من کتابو که فرستادم، وقتی گفتم بفرست، من یه ایمیل زدم گفتم من یه آرشیتکت ایرانی هستم و نقاشی کردم، پروفسور بوم یه کتاب راجع به من نوشته، این کتاب برای شما بفرستم یا نفرستم؟ یه جواب استاندارد اومد که ما هفته 300 تا کتاب میگیریم و شما کتاب بفرستیم، ولی اگه ما اینو با شما تماسی نگرفتیم ناراحت، اگه نمیشید بفرستید. ما گفتم نه، چه فرق داره؟ منم یه کتاب پست کردم براشون، روز شنبه بود به پستخونه دادم. دوشنبه صبح دیدم اول وقت به من زنگ میزنن، تلفن رو برداشتم، گفتن اینجا پی وی اس. بعد گفتن که ما این کتاب رو گرفتیم، اینقدر برامون جالب بود که فوری زنگ زدیم به یو سی ال با پروفسور بوم صحبت کنیم. اونا گفتن پروفسور 2 سال مرده. ما اون موقع فهمیدیم که شما که نقاشی میکنی اینو فرستادی، نقاش هستی فرستادی و ما هر چی زودتر شما رو میخوایم ببینیم. و منو صدا کردن و بعد اونجا بعد دوباره تکرار شد که اینا هفته یا ماهی 300 تا کتاب براشون میاد و ممکنه هر یک سال یا 2 سال اتفاقی یک کتاب رو انتخاب کنن اینترویو بکنن. با من یه اینترویو کردن و وقتی اونو پخش کردن، چون تعداد بیننده‌شون خیلی زیاد بود، یه فاندریزینگ برای KLCS PBS لس آنجلس می‌خواستن بکنن، اونم منو صدا کردن و با من ضبط کردن. و بعد 2 سال پیشم برای دفعه سوم از من یه برنامه ضبط کردن که در 360 کانال سراسر پی بی اس در سراسر امریکا و کانادا پخش شد و الانم استودیویی که دارن و تمام با کسای دیگه مصاحبه میکنن، تمام پینتینگایی که تو استودیو هست نقاشی من، این افتخار به من دادن که برای من یه ایرانی کارای من هست و دارن پخش میکنن. خب با اجازه نگاهی میکنیم به قسمتی از این مصاحبه شما. خواهش میکنم. Two scientists, Parisi, I'll get her name correctly, Parisa Amir Mostafian, yes, and Simin Mozyani. 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 They felt this when they saw your art, and they actually, out of the University of New York, New Paltz,
created a study about this. It's in the International Journal of Social Sciences, and they provide absolute proof and evidence that viewers of your paintings experience a sense of meditative joy, more than just joy, but it actually puts them in what Parisi said, in the state of being, in a state of meditation. Actually, when we meditate, we make our mind slow down and quiet. So I give example to people when they ask me why this can happen. I say that if some people are playing a game and we are not player, but we are watching their play. If we know the rules of the game, we are active in that game, because we say that if this guy drops this card, we'll win, or the other one will lose. But if you don't know the rules of that game, we are not playing. My paintings, even though they are natural moves, but they are not representing anything that we see in our natural life. کامران عزیز، وقتی داشتم کتاب تو ورق می‌زدم، در اوایل کتاب برخورد کردم با چند طرح، از جمله طرح تئاتر شهر در تهران. برای چی اون طرح آمده تو کتاب شما؟ اونی که تو کتاب هست، اون چیزی که من کشیدم. شما معمار اونجا بودی؟ من معمار اونجا نبودم. من دانشگاه تهران که دانشجو بودم، این پروژه چند تا اولیو حضرت از تمام آرشیتکت‌های دنیا، 10 تا آرشیتکت دنیا دعوت کرده بودن که یه جوری درست بشه و یه مسابقه تهیه بشه و این یه مسابقه بین‌المللی باشه. یه دوست خیلی عزیزم، حسین شیخ زین‌الدین، از به من زنگ زد، گفت کامران میتونی کمک کنی برای یه پروژه؟ گفتم با کمال میل. گفت بیا دفتر ما. من رفتم اونجا، دفتر آقای سردار افخمی بود که کازن اولیو حضرت هستن، و اولیو حضرت بهشون گفته بودن که من خیلی خوشحال میشم که این مسابقه رو آرشیتکت ایرانی ببره، به جای اینکه آرشیتکت که خارجی باشه. بعد چون دفتر سرشون خیلی شلوغ بود، از من پرسیدن که اگه من وقت دارم که کمک بکنم یا نه. منم وقت آزاد داشتم، و اون طرحی که توی کتاب چاپ شد، اون طرحی بود که من کشیدم، و ایتپن که موافق من، طرح من، طرح دیزاین اولیم اسمش هست، ولی بعد اون طرح رو دفتر سردار افخمی کامل کردن و به اجرا در آوردن. و اون روزی هم که پروژه تموم شده بود، یه عکسی آقای سردار افخمی گرفته بودن که توی پرزنتیشنشون بذارن، یه دونه کپی اضافه بود، اینو دادن به من، و من این چون یه دونه رو داشتم، این یادگاری برای من موند که من بدونم من چقدر افتخار. برای شکل اولیه همینه که بله شما طراحی. بله بله. خب بیام به سراغ کارهای شما. شنیدیم که در چین در بیمارستان ها کارهای شما اونجاست. کار شما تو بیمارستان چی کار میکنه؟ چند سال پیش ستیت یونیورسیتی آف نیویورک و لویولا مرمان یونیورسیتی اینا تصمیم گرفتن یه ریسرچی رو نقاشی من بکنن که چرا آدم وقتی نقاشی رو میبینن احساس خوبی میکنن، یا آیا این سندیت داره یا نداره. و قرار شد که یک آزمایشی انجام بدن. بعد اوردر دادن، گفتن بعد مثل لبیرنت درست بکنی، نقاشی که دست چپ بزنی دست راست بزنی. اون دانشگاه خواسته بودن و منم این کار رو همه رو انجام دادم، و گفته بودن که برای اینکه سندیت داشته باشه حداقل بعد 40 تا تست رو این کار باشه تا ارزش پابلش شدن داشته باشه. ولی در اون سال دانشگاه UCLA و همر میوزیوم اون سال لس آنجلس آرت فستیوال اعلام کردن، در نتیجه همه شهر لس آنجلس رو به وستوود دعوت کردن، و اتفاقا گالری منم در اون محل بود. بله. در نتیجه به خاطر اینکه جمعیت برای آرت فستیوال UCLA و همر میوزیوم اومده بودن، یه عده بسیار زیادی توی گالری من اومدن، و به جای 40 نفر یه چیزی نزدیک به 400 نفر تو این آزمایش شرکت کردن. و این آزمایش ها وقتی که روش ریسرچ به ثمر رسید، معلوم شد که یه 90 خورده ای درصد از آدما احساس میکنن که احساس خوبی میکنن وقتی نقاشی رو میبینن، که این تبدیل شد به معنی اینکه مدیتیتیو هیلینگ پاور اف نقاشی ها. علتش اینه که این نقاشا یه چیزی به خصوصی نیست که آدما عقلشون بشناسه اینو، ولی دلشون باش رابطه برقرار میکنه. و این سابجکت اینو به کنفرانس بین‌المللی در روم فرستادن 4 سال پیش. بعد اونا گفتن این نقاش در چه قرنی زندگی میکرده؟ اینا گفتن نه نمرده، این زنده است. منم دعوت کردم، من رفتم در روم
صحبت کردم، یه پرزنتیشن داشتم و چون خیلی جلب توجه کرد، اونجا از همه دنیا بودن، چین و همه جا، روسیه و از همه جا دنیا اونجا بودن. بعد منو دوباره دعوت کردن در سال بعدش در ونیز، I was a keynote speaker، یعنی با صحبت من و پرزنتیشن من کنفرانس بین‌المللی آغاز می‌شد که بعد اینقدر جلب توجه کرد که دوباره پارسال هم تکرار کردن در شهر فلورانس و این افتخار بزرگی بود که من به جز اینکه اون کنفرانس رو دادم، گاورنر توسکانی منو در قصر خودش دعوت کرد و یه اگزیبیشن از نقاشی من تو کاخ گاورنر توسکانی گذاشتن و پرچم توسکانی هم به من افتخار داد. بله و دیگه. اون کسایی که تو کنفرانس بین‌المللی اومده بودن از همه جای دنیا بودن دیگه. از چین منو دعوت کردن، من 4 سفر به چین رفتم، در بیژینگ و در هنگ کنگ لکچر دادم و پرزنتیشن داشتم و اونا وقتی فهمیدن نقاشی من مدیتیتیو فیلینگ پاور داره، با موافقت من نقاشی من شدن در چین در بیمارستان رو دارن نصب میکنن. اجازه میدین یک کمی خصوصی تر بشیم، بیام به سراغ خانوادت. خب اولا به من بگین که چند تا فرزند داری؟ من 2 دختر دارم و 3 نوه. خب و دخترها هم از این کارهای شما الهام گرفتن؟ والا من از اونا دارم الهام میگیرم. فرقی نمیکنه. اولا این قصه که قصه یادتون باشه که چاقو دسته خودشو نمیبره، اگر شما به مقام خدایی هم برسی، ولی بالاخره دخترت یا پسرت میگم بابا جون دیگه. من همون پدر هستم که الهام نمیدونم، ولی دخترم یه روز از خونه میخواست بیاد بیرون، دیدم داره میشموره، میگه 1 2 3 4. گفتم چیکار داری میکنی؟ گفت که یاد نیست، من از تو یاد گرفتم. گفتم چی از من یاد گرفتی؟ گفت در که میخوام برم رو میشمرم، تلفن، سویچ، اینا رو دارم. بعد من نمیدونستم این از من یاد گرفته، بالاخره یه چیزایی ممکنه از من یاد گرفته باشه. الهام اسمشونه؟ نه نه، دخترام اسمشون سلین و کالین. نواها چی؟ اسمشون هست هاتسن، جیک و لوئلا. خب پس ایرانی آمریکایی هستن؟ ایرانی آمریکایی هستن. نواها فارسی بلدن؟ نوای من 2 فارسی صحبت میکنه، برای اینکه دختر من که اینجا، اون دختر کوچیکم که اینجا به دنیا اومده بود، من یه روز از گفتم، گفت چه آرزویی داری؟ گفتم آرزو دارم که تو زبان فارسی رو خوب یاد بگیری. گفت چرا؟ گفتم زبان فارسی کلید یه گنجه. گفتم فکر نکن هر کس که فارسی صحبت میکنه این کلیدو داره، اون گنجو باز کرده. خیلی کم با این کلید اون گنجو باز کردن، ولی اگر تو این کلید این گنجو داشته باشی، یه روز اگه لیاقتشو داشته باشی، اون گنجو باز خواهی کرد. قبول کرد که بیاد فارسی یاد بگیره و با من حتی یک سالم کلاسای مولانا رو اومد، با وجودی که اصلا فارسی بلد نبود، ولی رفت فارسی نوشتن و خوندن یاد گرفت و وقتی فهمید این کلید گنجه، با وجودی که شوهرش امریکاییه، ولی به پسر 4 و پسر 2 فارسی یاد داده، تو خونه فارسی حرف میزنن و من هر وقت میرم اونجا یه لغت سوال میکنه، میگه این لغت که به انگلیسی گفتی فارسیش چی میشه؟ بعضی وقت من حتی اون یادم نیست یا نمیتونم بگم، میره دیکشنری پیدا میکنه و اون لغت رو به بچه‌اش فارسی یاد میده. به من بگین که این نوه‌ها از کارهای شما هم خوششون میاد؟ نوه‌ها الان خیلی کوچک هستن، ولی خب من امیدوارم که یه خود بزرگتر شدن اگه بتونم براشون نقاشی بکنم. فقط کاری که کردم روز تولدشون، اون نوه اولیه رو روز تولدش پینتینگ کشیدم و به نامش هست، یعنی روز تولدش یه کاری کردم که همون ترمانه، ولی هنوز نه، هنوز کوچیکم هنوز. من کامران جان، شما فکر کردی که کلاسی هم داشته باشی و این شیوت رو درس بدی که خیلی ها دنبال کنن؟ والا ببینید، من یه جوری که نقاشی میکنم، هم ستایل من و هم این تکنیکی که دارم، اصلا نمیتونم به کسی یاد بدم. من نمیتونم به کسی بگم که دستتو بکن تو رنگ و فکرم نکن چیکار میخوای بکنی، برو ببین چطور میشه، برو به امان خدا. من در حقیقت خودم اینجور کار میکنم. به همین دلیل پروفسور بویم توی اون آخرین کنفرانس، آخرین اینترویوی که با UCL داشت و در وبسایت UCL هست، منو وان پرسن موومنت معرفی کرده و منطقش هم این بوده که این چیزی نیست که من بتونم به کسی یاد بدم، بگم تو دستتو تو رنگ بزنی. البته به صرفی که با دست میکشم این چیز مهمی نیست، برای اینکه خیلی ها دوم گربه هم نقاشی میکنه و خرطوم فیل هم نقاشی میکنه و درست مثل که من بگم یک کسی آواز میخونه چقدر قشنگ میخونه، برای اینکه با دهنش آواز میخونه. خب همه با دهنشون دارن آواز میخونن، ولی کسی دستشو تو رنگ بذاره و بدونه که
اینتنشنی داشت، یه قصد چیزی به خصوصی داشته باشه، مثلا یه چنین پینتینگی در بیاد یا این در بیاد، من نمیتونم به کسی یاد بدم، اصلا نمیدونم به کی چی بگم. فقط تنها چیزی که میتونم بگم، اگر ما عاشق بشیم و بعد عاشق باشیم ولی دست توانایی هم داشته باشیم، وقت اون عشق به این دست توانا فرمان میده که چجوری بکشه. در حقیقت من فکر کنم داستان من اینطوریه. من فقط اگر نوه منم بزرگ شد عاشق بود، دستش هم توانا بود، دست تواناش میتونه اون کارو بکنه. ضمن یه چیزی بهتون میگم که پلیتو یا افلاطون وقتی از بزرگی هخامنشیان میخواد صحبت بکنه، میگه حکومت اونجا a judicious blend of liberty and subjection. حالا a judicious blend of liberty and subjection، لیبرتی مال دله، مال قلبه، مال عشقه، سابجکشن هم مال عقله. پس این دوتا اگر در یک تعادلی با هم دیگه باشن که ما اسمش رو می‌ذاریم تا سه نشه بازی نشه، یا تو فلسفه میگن تز، آنتی تز، سنتز، یا چینی ها میگن یین یانگ، یین یانگ، یا مسیحی ها میگن فادر، من میگم مادر، سان، اثرگذار، اثرپذیر و آوتکام، یا میگم عاشق، معشوق، عشق، این عدد سه معنیش این هست. یعنی اگر کسی عاشق باشه و دست توانایی هم داشته باشه، عشق از این دست توانا استفاده میکنه، هیچ در میاد. هر کسی میخواد از کار من خوشش میاد بره اگر عاشقه، دست توانا پیدا بکنه، اون وقت اونم نقش خودشو، اونم ابسترکت رومانسیسم خودشو میکشه. من ابسترکت رومانسیسم خودم رو به کسی نمیتونم یاد بدم. مولانا نمیتونست عشق خودش به شمس رو به یه آدمای دیگه یاد بده که چطوری عاشق شمس بشی. به آدما یاد میده تو هم برو عشق خودتو پیدا بکن. بله بله، فلسفه هم... گفتم میخورد. ببخشید. نه، کاملا صحیح بود. شاید مقصود من این بود که کلاس نقاشی، این که کسانی که علاقمند به هنر نقاشی هستن تشویق بشن که طراحی یاد بگیرن یا نقاشی یاد بگیرن. بسیاری از نقاشان با دستشون کار کردن، از جمله خود پیکاسو بسیاری از کارهاشو با انگشتاش انقدر کشیده بود که من خوندم که زمانی که میخواستن بهش پاسپورت بدن، و چون اثر انگشت اون موقع باید روی پاسپورت ها بود، این اثر انگشت نداشت و پارلمان فرانسه یک لایحه گذران که پیکاسو استثناءً میتونه پاسپورت بگیره بدون اثر انگشت. حالا امیدوارم بیننده‌های شما برن بگردن اون نقاشی که با انگشت کشته رو ببینن، بعد ببینن چه احساسی بهشون دست میده. اون احساسی که بهشون دست میده بهشون میگه که این نقاشی چه ارزشی داره. من بیشتر حرف راجع به پیکاسو نمیزنم، برای اینکه ممکنه خیلی‌ها یه دفعه بهشون بر بخوره. نه، من نمیخوام راجع به پیکاسو صحبت بکنم. هر کسی میتونه هر نقاشی رو دوست داشته باشه. مثلا من ماتیس رو بسیار علاقمندم به ماتیس، مثلا برای اینکه بسیاری رنگ‌های زیبا استفاده میکنه و به قول خودش از مینیاتور ایران، از رنگ‌های مینیاتور ایران الهام گرفته. حالا تا چه اندازه‌ای شبیه و اینا اصلا کاری ندارم. به هر حال همه نقاشان ارزش ویژه خودشون رو دارن. البته. و اما یادمون باشه که در قرن بیستم تبلیغات کار مهمی رو انجام میداد در مورد نقاشان. مثلا بسیاری از نقاشان به جای اینکه کارشون اثر بگذاره، خودشون سعی میکردن که بله. بیشتر جلوه کنن. بله، البته سالوادور دالی نقاش بزرگی است، منم بهش علاقمندم، ولی خودش با اون سیبیل و با اون قیافه و با اون حرکات و با اون حرفاش بیشتر مطرح بود برای روزنامه ها و تلویزیون ها و وسایل ارتباط جمعی. به همین دلیل من که با مفاهیم ارزش‌های اشعار مولانا و حافظ و فردوسی آشنا شدم، متوجه شدم که اگر ما یه حقیقتی درونمون باشه، اون حقیقت خودش رو نشون میده. ولی هر کسی بخواد با ظاهری که از خودش درست میکنه، ریش مخصوصی بذاره، سیبیل مخصوصی بذاره، موی مخصوصی، پیرن مخصوصی بپوشه، جواهری به خودش آویزون کنه، بندی بکنه، هر تظاهری که بکنه، والا مثل که به ما گفتن که تو بعد عاشق بشی. عاشق دیگه تظاهر نمیکنه، عاشق عاشقی میکنه. ولی الان داستان دنیا چون برعکس شده، من همینجوری در لفافه صحبت کردم، امیدوارم که العاقل و یکفی هم الاشاره، من به اشاره کردم و اونا که میفهمن من میفهمم من چی گفتم. بسیار خوشحال شدم دیدنت. قربانت، مرسی ازم.